سلام به شما. منشأ تمام پیروزی‌ها در وجود ما است. انسانی که نگاه مثبت و فعال توی زندگی داره، خواهان کار، کوشش و تلاشه و برای خودش برنامه داره. انسان موفق زمام زمان رو به دست داره و بهترین بهره رو ازش میبره. انسان موفق شکست‌ها و عقب افتادن‌های خودش رو با بهانه‌های پوچ اصلا توجیه نمی‌کنه. همه در زندگی به دنبال کسب موفقیتن و راه‌های مختلفی رو برای رسیدن به هدفشون انتخاب می‌کنن. من در این ویدیو به شما 5 راه رو معرفی می‌کنم که هم به موفقیت برسید و هم موفقیت پایداری داشته باشید. با این راهکارها به خوبی پله‌های موفقیت رو فهم. 1. تعیین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت. موفقیت فقط به سراغ کسایی میره که برای رسیدن به اون سخت تلاش میکنن. داشتن اهداف کوتاه مدت و بلند مدت فقط یکی از مهمترین گام‌هایی که برای رسیدن به موفقیت لازم هست بردارید. وقتی که یه هدف کوتاه مدت رو با نتیجه رضایت بخش به ثمر میرسونید، به شما انگیزه میده تا هدف کوتاه مدت بعدی رو به نتیجه برسونید و این روند تا هدف نهایی خودش ادامه بده. وقتی که به سمت هدف کوتاه مدت خودتون گام برمیدارید، موفقیت هم یک گام به سمت شما پیش میاد. به همین شیوه میتونید اهداف بلند مدت رو هم با پیگیری و گام به گام به ثمر برسونید. پس هدف خودتون رو تا جای ممکن به اهداف کوچکتر تجزیه بکنید تا انجامش راحت‌تر باشه و زودتر به ثمر بشینه و با دیدن نتایجش انگیزه بگیرید. 2. برنامه‌ریزی داشته باشید. اگه ثابت قدم و پیگیر بودن رو به صورت یک عادت دائمی در بیارید، نتایج اون در تمام طول زندگیتون احساس میشه. شما در ابتدا هدف خودتون انتخاب میکنید، منتها در صورت قادر به انجامش هستید که نقشه اجرایی خوبی ریخته باشید و با پیگیری مداوم برای انجام اون تلاش بکنید. نقشه اجرایی شما باید همراه با جزئیات باشه تا وظایف و تعهدات شما در طول یک هفته کاملا مشخص بشه. برای اجرا و تکمیل وظایف خودتون باید تمام تلاشتون رو طبق لیست وظایف روزانه که تهیه کردید به کار بگیرید. رضایتی که از تکمیل همه وظایف روزانه به دست میارید، احساس رسیدن به موفقیت در شما ایجاد میکنه. همین راه موفقیت رو میتونید در طول روزهای هفته پیگیری بکنید و گام به گام به هدف خودتون نزدیک بشید. اما 3. از وقت خودتون بهترین استفاده رو ببرید. وقتی که وظایف خودتون رو در طی زمانی که برآورد کردید تکمیل میکنید، از تلاش خودتون خرسند و شاد میشید. از این رو وقتی که برنامه روزانه خودتون رو مینویسید، لازمه برای تمام کارهایی که در نظر دارید تو یه روز انجام بدید زمان مشخص و مناسبی رو تعیین کنید. همچنین وقتی که برای هر کاری زمان تعیین میکنید، باید مطمئن بشید که زمان اضافه تری کنار میذارید که در صورت بروز وقفه بتونه وقت کافی برای اتمام کارتون داشته باشید. 4. کار و تلاش بدون وقفه. اگر عوامل مختلفی در اطراف شما وجود داره که باعث پریشانی و حواس پرتی شما میشه، ممکنه نذاره وظایف خودتون به درستی انجام بدید. عواملی مثل اعضای خانواده، تماس‌های تلفنی، برنامه‌های تلویزیون، شبکه‌های اجتماعی و نظایر اینها کارایی و تمرکز شما رو به شدت کاهش میدن. زمانی که تمرکز خودتون روی کارتون از دست بدید، نمیتونید کارتون رو درست انجام بدید. از این رو بهترین کاری که میتونید بکنید اینه که از همه عواملی که باعث پریشانی حواس شما میشه دوری بکنید. بنابراین سعی کنید توی محیط کاری، یه محیط عادی از مزاحمت، مثلا توی اتاق دربسته کار بکنید تا بتونید کارتون رو در زمان مقرری به نتیجه برسونید. 5. تندرست زندگی بکنید. حتما شنیدین که میگن عقل سالم تو بدن سالمه. خیلی از کسایی که مرتبا موفق میشن، اونهایی هستن که سبک زندگی سالمی در پیش گرفت. اگر سلامتی خودتون رو هنگام تلاش به موفقیت ندیده بگیرید، شاید به موفقیت برسید، ولی در صورت بروز ناگهانی یه بیماری نمیتونید این موفقیت رو برای زمان طولانی حفظ کنید. معمولا وقتی که سیستم ایمنی بدن ضعیف میشه، در معرض بیماری قرار میگیرید و با پیروزی از سبک زندگی سالم، با خوردن خوراک سالم و کار مناسب به همراه استراحت کافی، سیستم ایمنی بدن قوی میشه و نمیذاره هیچ چیز مانع انحراف شما از خط موفقیت بشه. ممنون از اینکه امروز هم همراه من بودید.